فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پس کیست ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغ بربست و سخن صدق یعنی قرآن مجید را چون به او رسید تکذیب کرد؟ آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آن که سخن راست را آورد و آن که او را تصدیق نمود هم ایشانند پرهیزگار. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای ایشان مهیاست، این است پاداش نیکوکاران. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تا خداوند از ایشان بهترین اعمالشان را بزداید و ایشان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا خداوند با بنده خود بسنده نیست که تو را با کسان غیر او میترسانند و کسی را که خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد؟ ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. و کسی را که خداوند رهیاب سازد هیچ گمراه کننده ای ندارد، آیا خداوند صاحب قدرت منی و انتقام گیرنده نیست؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اگر از ایشان بپرسی چی کسی آسمان ها و زمین را آفرید، حتما میگویند خدا. بگو آیا دیدید اگر خدا بخواهد به من زیانی برساند، آنهایی که جز خدا و ایشان نیایش میکنید این یا آن را از من برطرف کرده میتوانند؟ یا اگر به من اراده مرحمت بفرماید آیا ایشان رحمت او را باز داشته میتوانند؟ بگو خداوند برای من بسنده است و توکل کنندگان بر او توکل میکنند. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. بگو ای قوم من هرچی از دست شما میآید بکنید، من نیز به وظیفه خود عمل میکنم، به زودی در خواهید یافت. من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. کیست که برایش عذاب رسوا کننده می آید و او را عذاب دوامدار فرا می گیرد؟ اینا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بگمان ما کتاب را بر تو برای مردم به حق نازل کردیم، پس هر کسی که راهیاب شد به نفع خود اوست و هر کسی که گمراه شد به زیان خود او می شود و تو ذمه‌دار ایشان نیستی. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خداوند ارواح را در هنگام مرگ می گیرد و آن را که در خواب خیش بوده و نمرده است نیست. پس روح کسی را که مرگ را بر او حکم کرده جدا از کالبد او نگه می دارد و روح آن دیگر را که بر او حکم مرگ نشده با کالبد او باز می فرستد تا زمان معینی. بیگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه هاییست. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفتند؟ بگو آیا اگر ایشان هیچ قدرتی نداشته باشند و هیچ خیری را نفهمند؟ قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیه ترجعون. بگو شفاعت به تمام کمال از آن خداست، اکنون هم پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس در آخرت نیست و سوی او بازگردانیده می شود. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. و چون خدا تنها ذکر کرده شود دلهای آنانی که با آخرت ایمان نمی آرند می رمد و هراسان می شود، ولی چون دیگران جز او ذکر کرده شوند در این حال است که این نامسلمانان شادمان می شوند. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو خداوندا ای آفریننده آسمان ها و زمین و داننده پنهان و آشکارا، تویی که میان بندگان خود در آنچه اختلاف می ورزیدند حکم می کنی. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. اگر واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچندان به دسترس ستمگاران قرار داده شود، آن را برای رفع قسمتی از سختی عذاب روز قیامت فدیه می دهند، ولی بر ایشان در اثر عذابی که از جانب خدا عاید می شود چنان حالتی به وجود می آید که هرگز گمان نمی کردند. و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. در این حالت است که بدی اعمالی که مرتکب می شدند به ایشان ظاهر می شود و بر ایشان عذابی که به آن تمسخر می کردند احاطه می نماید. فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بگمان کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین گفتند، ولی اعمالی که انجام می‌دادند عذاب را از ایشان دفع نکرد. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين.
و به جزای اعمال ناشایسته خود رسیدند. ستمگاران این مشرکان نیز جزای اعمال ناشایسته خیش را می‌بینند و ایشان هرگز عاجز ساختن نمی‌توانند، یعنی تقدیر خدا را تغییر دادن نمی‌توانند. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر این فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندانستند که خداوند روزی را به هر که بخواهد فراخ می کند یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این برای کسانی که ایمان دارند نشانه هاییست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. بیگمان خداوند همه گناهان را می آمرزد، بیگمان هم اوست آمرزگار و مهربان. و انیبو الى ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. و به پروردگار خیش رجوع کنید و به او تسلیم شوید پیش از این که عذاب به سراغ شما بیاید و باز یاری داده نشید. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون. و این بهترین سخنی را که از نزد پروردگار شما به شما نازل شده پیروی کنید پیش از این که با شما ناگهان عذاب بیاید و شما آگاه نباشید. انتقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین. پیش از آن که کسی بگوید ای وای بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان من از تمسخر کنندگان بودم. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. یا بگوید اگر خدا مرا هدایت می کرد یقینا از پرهیزگاران می بودم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. یا هنگامی که عذاب را میبیند بگوید ای کاش به من بازگشت میسر میبود تا از نیکوکاران میشدم. بلا قد جاءتك آیاتی فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین. جواب این خواهد بود آره آیات من به تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. در روز قیامت آنانی را که بر خدا دروغ بستند می‌بینی که روح‌هایشان سیاه است. آیا برای متکبران در دوزخ جای نیست؟ و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. و خدا پرهیزگاران را با کامیابی ایشان نجات می‌دهد. و ایشان بدی نمی رسد و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وكيل. خداوند آفریننده هر چیز و سرپرست همه چیز هاست. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
کلیدهای خزانه های آسمان ها و زمین از آن اوست و آنانی که آیات خدا را تکذیب کردند هم ایشانند زیانکار. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو ای جاهلان، آیا به من دستور می دهید که جز خدا را پرستش کنم؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بگمان به تو و به پیشینیان تو وحی شده بود که اگر شرک آوری واقعا عمل تو هبته می شود و بگمان از زیانکاران می شود. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بلکه خدا را پرستش کن و در زمره شکر گزاران باش. و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه و تعالی عما یشرکون. مشرکان قدر خدا را طوری که شایسته اوست ندانستند، در حالی که در روز قیامت همه زمین در قبضه اوست و آسمان ها در ید راست بلا کیف او پیچیده می باشد. او پاک و برتر است از چیزهایی که با او شریک می آورد. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهنگامی که در سور دمیده می شود از صدای آن همه کسانی که در آسمان ها و در زمین اند بیهوش می شود، مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس باری دیگر در سور دمیده می شود و در آن وقت است که همه مردم استاده می شوند و در انتظار بسر می برند. و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء وقضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. زمین به نور پروردگار آن روشن و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و پیامبران و گواهان آورده می شوند و در میانشان به حق فیصله می شود و به ایشان ستمی نمی شود. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. و برای هر کس آنچه انجام داده است پوره داده می شود و خدا به آنچه ایشان می کنند داناتر است. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كافران گروه گروه بسوی دوزخ رانده می شوند، چون به آن برسند دروازه هایش باز می شوند و نگهبانان آن به ایشان می گویند آیا برای شما از میان خود شما پیامبران نیامده بودند که برای شما آیات پروردگار شما را می‌خواندند و شما را از روبرو شدن به این روز برحذر می‌گردانیدند؟ می‌گویند آری، ولی حکم عذاب بر کافران متحقق کردید. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتكبرين. به ایشان گفته می شود به درهای دوزخ درایید، در آن برای همیشه باقی می مانید،
و چی بد است اقامت گاهی متکبران. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. و کسانی که از پروردگار خیش ترسیدند گروه گروه به بهشت برده می شوند تا اینکه به آنجا می رسند و دروازه های آن باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند سلام بر شما، شادان باشید، به آن جاودانه درآیید. و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. و میگویند ستایش خدای را که وعده خود را برای ما به جا کرد و ما را وارث زمین یعنی بهشت ساخت که در بهشت به هر جا که بخواهیم جاگزین می شویم و چی خوب است مزد نیکوکاران. و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. و فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش الهی حلقه زده اند به تسبیح و ستایش پروردگار خیش مشغولند و در میان مردم به حق حکم میشود و گفته میشود ستایش مر خدای را که پروردگار عالمیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب بالطول لا اله الا هو الیه المصیر. فرو فرستادن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و داناست که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، سخت عذاب کننده، صاحب فضل و توانایی است. جز او معبودی نیست و سوی اوست بازگشت. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد. در آیات خدا جز کافران هیچ کسی مجادله نمی کند، پس آمد و شد یعنی قدرت نمایی ایشان در شهرها تو را فریب ندهد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروه های دیگر حق را تکذیب کردند. هر امت آهنگ آن نمود که پیامبر خیش را گرفتار سازد. اینان در راه باطل خیش به مجادله پرداختند تا به وسیله آن حق را از پای درآورند. پس ایشان را گرفتار ساختیم. ببین که عذاب الهی چگونه بود؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. به این ترتیب حکم پروردگار تو بر کافران محقق گردید که ایشان واقعا اهل دوزخ هستند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت
كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فرشتگان حامل عرش و پیرامون آن خوبی پروردگار خیش را ستایش می کنند، با او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می خواهند و می گویند بار خدایا به رحمت و علم خیش همه چیزها را فرا گرفتی، پس توبکاران و پیروان راه خیش را بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ وارهان. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا آنها را به بهشت‌های جاودانه درار که به ایشان وعده دادی و هر کسی را از پدران، همسران و فرزندانشان که صالح باشد نیست، حقا که تو صاحب قدرت منی و با حکمتی. وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظیم. و ایشان را از بدیها نگهدار و هر کی را در آن روز از بدیها نگه داری واقعا بر او رحم کردی و این است کامیابی بزرگ. این الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. با کافران ندا می شود واقعا خشم خداوند از خشم شما بندگان بر شما بزرگتر است، زیرا که به ایمان فرا خوانده می شدید ولی از آن انکار می کردید. قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. می گویند پروردگارا دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی، به گناهان خود اعتراف کردی، پس آیا برای بیرون شدن از دوزخ راهی هست؟ ذلكم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرف به تؤمنو فالحكم لله العلي الكبير. به ایشان گفته می شود کنون راهی برای بیرون شدن نداری، این سبب است که چون خدا به یگانگی یاد می شد انکار می کردید و چون به او شرک آورده می شد باور داشتید، او کنون داوری از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اوست که برای شما نشانه های خود را ارائه می کند و برای شما از آسمان روزی می فرستد و پن نمی گیرد مگر کسی که به خدا رو می آورد. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. پس خدا را با اخلاص و صمیمانه نیایش کنید اگر چه کافران ناخشنود شوند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. اوست رفعت بخشنده درجات و صاحب عرش، وحی را بر هر کی از بندگان خود که بخواهد به فرمان خیش نازل می کند تا مردم را از روبرو شدن همگانی بیم دهد. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار.
روزی که مردم به گونه چشمگیر نمودار می شوند و بر خداوند هیچ چیز پوشیده نمی باشد. خداوند می گوید امروز پادشاهی از آن کیست؟ خدا می گوید از آن خدای یکتای بسیار غالب. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم این الله سریع الحساب. امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود. امروز هیچ ستمی نیست، حقا که خدا در حساب گرفتن سریع است. و انذرهم یوم الآزفت اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ایشان را از روز قیامت بترسان، آنگاه که از غصه بسیار دلها به گلوهگاه یعنی جان به لب برسد و برای ستمگاران غمخاری نیست و نه هم شفاعتگری که سخن او پذیرفته شود. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خداوند خیانت چشمها و آنچه را سینه ها پنهان می کنند می داند. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وخداوند به حق حکم میکند و کسانی که ایشان به آنها جز خدا نیایش میکنند هیچ فیصله ای را کرده نمیتوانند، حقا که خداوند هم او شنوا و بیناست. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. آیا ایشان در زمین سفر نکرده اند تا ببینند که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چی شد؟ ایشان هم در قدرت و هم در آثاری که در زمین از خود به جا گذاشتند برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب خداوند برایشان هیچ نگه دارنده نبود. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. این به خاطر آن بود که برای ایشان پیامبرانشان با آیات روشن آمدند اما ایشان انکار ورزیدند، پس خدا ایشان را مؤاخذه کرد. بیگمان که او نیرومند و سخت عذاب کننده است. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. بیگمان موسی را با معجزه های خود و حجت آشکارا فرستادیم به سوی فرعون، هامان و قارون، ولی ایشان گفتند که وای جادوگر دروغگوست. فلما جاء نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. هنگامی که او از نزد ما با دین حق به سوی ایشان رفت گفتند پسران آنانی را که با او ایمان می آوردند بکشید و دخترانشان را زنده نگه دارید، ولی دسیسه کافران جز در گمراهیشان اثر بخش نیست. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني
اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون گفت مرا بگذارید تا موسا را بکشم و بگذارید برای نجات خیش پروردگارش را بخواند. می ترسم مبادا دین شما را تغییر دهد یا در زمین فساد برپا کند. و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسی گفت من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد پناه می برم. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاء بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مرد مؤمنی از اهل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خداوند یکتاست؟ حالان که او واقعا به شما معجزه های روشنی را از جانب پروردگار شما آورده است؟ اگر دروغگو می باشد گناه دروغگوییش به دوش خود اوست و اگر راستگو باشد بعضی از عذاب هایی که وعده می دهد به شما عاید خواهد شد. بیگمان خداوند هیچ ستمگاری کذابی را رهیاب نمی سازد. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ای قوم من امروز پادشاهی از آن شماست و بر این سرزمین مسلط هستید. در عذاب خدا ما را فرا گیرد پس کیست که ما را از آن نجات دهد؟ فرعون گفت من جز چیزی را که به آن باور دارم به شما ارائه نمی کنم و شما را جز برای راست رهبری نمی کنم. و قال الذی آمن یا قوم این اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. آن مرد مؤمن گفت ای قوم من بیگمان با شما از مانند روزی که بر سر احزاب آمد می ترسم، مانند سرنوشت قوم نوح، عاد، ثمود و کسانی که بعد از ایشان بودند و خداوند بر بندگان خود اراده هیچ ستمی ندارد. و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قوم من بر شما از روز پراگندگی می ترسم، روزی که رو می گردانید و فرار می کنید و برای شما از عذاب خداوند هیچ نگه دارنده ای نیست و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او هیچ رهیابی نیست. ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
و بیگمان یوسف پیش از این با معجزه های به سوی شما آمد، ولی همواره در مورد آنچه او برای شما آورده بود در شک بودید تا آنگاه که وفات یافت. گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری نمی فرستد. بدین گونه خدا هر بی باکی شکاکی را گمراه می کند. الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا